سلام خوش اومدین ورکشاپ امروز ما درباره اسکم یا فریب است که چگونه ما اسکم یا فریب کاری را شناسایی کنیم و همچنین ازش اش اجتناب یا دوری کنیم و یا راههایی را که در اینجا بر ما گفته شده او را تعقیب کنیم تا از اسکم و یا فریب کاری و فریب کارا در امان باشیم. اهداف ورکشاپ امروزی ما است که چگونه یک اسکم یا فریبکاری را فریبکاری چی از انترنتی باشه چی از طریق کسی که میایه امروز شما گفت میزنه صحبت میکنه در پشت خانه چگونه این نفرها را ما شناسایی کنیم و همچنین چگونه از یا دوری کنیم و در اخیری که آه آه شما چی فکر میکنین اگر یک اسکم براتون میایه یا اسکم میشین چی راهکارهایی را باید در پیش روی بگیرین یا چی کارهایی را انجام بدین آه که آه یعنی از این اسکمرا و یا فریب کارا دوری کنین و همچنین چی چیگونه بفهمین که شما را کسی اسکم کرده یا با شما داره فریب کاری میکنه اول قبل ازی که درباره دیگه چی صحبت کنیم درباره خود اسکم صحبت میکنیم که اسکم چی هسته در سیستم امریکا با وجود که اگر ما بنک داریم تلفن داریم ایمیل داریم اما بسیار کلمه اسکم مروج است کسایی میخواین اسکم کنن حتی از کشورهای دور دست به به کارا میزنن تا بتانن سیستم شما را حق کنن تا بتانه از شما یک مقدار پول بگیره یا شما را از هر طریقی که باشه متضرر بسازه البته اونا به نفع خود کار میکنن این یک نوع دوزی انترنتی است که از طریق اینترنت و تلفون و کامپیوتر میخواین از شما دوزی کنن اما کشورهای مختلف است ممکن است که از کشور که از کشور خود امریکا باشه از کشورهای دیگه باشه اما یک فریبکاری است و یک دوزی است و شما همیشه باید همیشه باید alert باشین همیشه باید متوجه ازی باشین که از شما را نتون اسکم کنه و اسکم اینجا قسمه که شما در تعریفش میبینین اسکم گفته که یک اسکیم است یا یک راهکار است که همش فریبکاری است توسط فریبکاری میخواین که شما اما معلومات را که اونا در ارزویش هستن و دست بیارن معلومات کاملا محرم شما را راجع به سوشل سیکیریتی تان یا راجع به بانک تان یا راجع به کردیت کارت تان تا بتان از شما فایده بگیره و هر کی مخصوصا افغان های نوامدگی ممکن است از خود تجارب خاص خود داشته باشه مخصوصا در کشور وقتی که شما میرین و جدید میباشین و در اونجا اسکم بسیار یک کلمه مروج هسته و یک کلمه است که همه بایی آشنایی داره اما ممکن است شما با عنوان کسایی که نو آمدین در امریکا آشنایی نداشته باشین امرای از این کلمه اسکم سو so شما تجاربتان شاید ای بوده باشه که از طریق اسمس از طریق ایمیل یا از طریق زنگ حتما یک نفر شماره را اسکم کده یا بساب اسکم یا فریبکاری بر شما زنگ زده یا اسمس داده و یا ایمیل داده کتابتان اطلاعات معلومات شما را به دست بیاره و ما مطمئن هستم که هرکی کی تجارب خاص خود داره مخصوصا در یک جایی که ما نو میاییم سیستم مالی از او جنو باشه همه سیستم های مملکت نو این سیستم دقیق مالی که در اینجا یا سیستم دقیق کردیتی که در اینجاست طبعا از خود بعض عوارز هم داره که یکی از او اسکم است البته کسایی که در افغانستان زندگی کردن بیشتر وقت او شاید با این کلمه قدر آشنایی نداشته باشن آشنایی داشته باشن بفامن که کلمه چی است اما همچین چیز مثل از که یکی زنگ زده باشه که من از یک کمپنی بزرگ جهان هستم من بر ما چی است از شما ریپورت آمده یا ما میخواییم که اکانت شما را بررسی کنم یا از دفتر آیارس و تکس و اینا بر ریپورت شما رسته شاید ای تو زنگاره یا ایمیل ها را یا اسمس ها شما در افغانستان به دست ناورده باشین یا ندیده باشین اما در اینجا یک گپ بسیار مروج است که ما باید بسیار محتاط باشیم اینجا یک مثال از اسکم داده شده که ممکن است یک اسکم به چی شکل باشه این مثال گفته با هم می بینیم که آیا اسکم چی نوامه باشه و چی گونه شناسایی میشه قسم که شما دایی مثال دایی تلفون که میبینین عکس تلفون است و اگر خوب دقت کنین میبینین که یک چیز یک چیز اشتباه است اگر شما خوب سعی دقت کنین دایی ملادرس آدرس ازی میبینین که ایمیل آدرس ازی یک چیز اشتباه است همیشه وقتی که شما یک ایمیل به دست میارین یا یک تکست به دست میارین همیشه باید اسپلینگش را چک کنین اسپلینگ به این معنی که ببینین که یک ایمیل آدرس عموما از خود یک آدرس خاص داره درست است یک آدرس هر از هر چی که باشه آدرس که باشه ایمیل آدرس های مختلف یک تکست خاص داره یا یک سپلینگ خاص داره شما یا موی یا تکست زیره یا آدرس زیره شما باید چک کنین ببینین که آیا دی کدام کنفیوژن یا دی کدام سردرگمی خود وجود نداره و شما را چیز ای ملادرس به شک خونه می پرده. و همچنین در ایتو تو عموما از شما وقتی که ایمیل میشه برای شما یا تکست میشه از شما چیز را حتما میخواین که یعنی یک چیز برای من روان کو یا در سر یک لینک براتون روی میکنه یک لینک اینترنتی یا یک دکمه روی میکنه که سری لینک لینک کنین یا یک که دکمه را فشار بدین که شما را به پیج یا صفحه بعدی ببره شما باید همیشه مراقب ازی باشین وقتی که شما لینک کلیک میکنین یا یک دکمه را فشار میتین که د ایمیل یا تکس برای شما رو روان شده او حتما حتما شما را به جای میبره که اما اسکمر یا فریب کار بتانه که معلومات شما را به دست بیاره و از امی طریق معلومات شما را دوزی کنه سو so, um, همیشه یک ساین یا یک هشدار یا اشاره دیگه که در ایمیل یا تکست ها ای اسکمر ها میکنه و ای است که از شما میخوای یک کار به زودترین فرصت انجام بدین درست هست؟ مردون مثلا یک ایمیل می آید میگه ای ایمیل که هست وقت بسیار کم داره شما باید در وقت کم ای ایمیل چی کنین ای ایمیل بگیرین سرش کلک کنین یا ای ایمیل برای ما جواب بشه بدین چون شما وقت ندارین تو so از شما میخوای که به زودترین فرصت این کار انجام بدین یا می یک هشدار میتونه بوده باشه سو so متوجه از این ای موضوع هم باشه و چگونه شناسایی اسکم بکنیم طبعا ما قسم که گفتیم شناسایی اسکم کسایی که اینجا یک کم تجربه دارستن و یا زندگی کردن و یا یک مدت زندگی کردن باسانی میشه که اسکم شناسایی کنیم اسکم از هر طریق ممکن است برای شما از طریق تلفون زنگ براتون به از طریق اسمس براتون تکس مسیج رایی کنه از طریق ایمیل براتون ایمیل کنه و همچنین از شما همیشه یک اسکمر یا فریبکار از شما حتما یک چیز را میخوایه. و یک چیز را میخوایه که شما فورا او را انجام بدین بر شما وقت از نمیده که یا نوتس بده که دوارش فکر کنین دوارش گزینه دگام براتون بده که یک گزینه دگام داره یا ای که از طریق رسمی پیش بره همیشه ایمیل هایی که شما دریافت میکنین و یا تکس مسیج و زنگ را که دریافت میکنین اونا شما میخواه که یک کار را به زودترین فرصت انجام بدین از این خاطر شناسایی از این آدما ممکن است بعض وقت مشکل باشه چون بسیار اینا از طریق های نو جدید استفاده میکنن که یک نفر را بتانن فریب بدن اما همیشه باید همیشه محتاط باشین و ببینین که آیا می که برای شما آمده یا زنگ که آمده آیا شما می کمپنی رو میشناسین نمی شخص میشناسین نمی اسمس کدام وقت به می کمپنی از یا اپلای کدین یا ای که زنگ زدین یا ای که کدام درخواست کدام خدمات کدین شما باید با خودتان فکر کنین و همیشه هوشیار باشین و چهار علامت و یا نشانی از این که یک چیزی را که شما به دست میارین ایمیل یا تکست مسج می باشه و یا ای که زنگ می باشه که اسکم هسته او چی است ای مثال براتون گفته همیشه برای شما وقتی که یا ایمیل یا تکس مسج یا زنگ یا میایه همیشه این شخص یا امی کسایی که در پشت می اسکم یا کاری هستن بر شما خدا معرفی میکنن که ما از یک دفتر یا ارگانیزیشن بزرگ هستیم که شما او را مشناستین و بالایش اعتماد دارین خدا یک انسان معرفی میکنه یا شخص یا یک ارگنزیشن و یا دفتر معرفی میکنه که شما بالای از او اعتماد دارین و دفتر مشناسن. و همچنین وعده از برای شما میکنه که حتما در سیستم شما یا در کار که شما انجام دادین یا میخواین انجام بدین حتما یک مشکل داشتین یا مشکل بوده یا اینا میخوای مشکل شما را حل کنه شما در یک مشکل هستین و همچنین وقت مشکل شما حل شد بر شما یک تحفه در نظر گرفته شده یا جایزه در نظر گرفته شده بر شما داده میشه و همچنین ای اشخاص و افراد همیشه شما را مجبور به این میکنه که شما هم کار را که اونا میخواین فورا انجام بدین اگر شما امو کاری که اونا ازتان میخواین فورا انجام ندین یا عواقب بسیار بد خواد داشت و ایره ممکن است ایمیل براتان بگوید در تکست بگوید و یا در زنگ براتان که زنگ میزنه بگوید که عواقب خوب نداره اگر شما این کار نکنین یه عواقبش بد خواد بود و همچنین از شما می که به اینا پول روان کنین و طریقه های مختلف که اونا از شما میخواد پول رای کنین طریقه های بسیار واضح و آشکار است که خودش یک اسکم و یا فریبکاری است و به بسیار زودی او کار کار از اینا شناسایی میشن سو so این چهار طریقه ای که اینا عموما استفاده میکنن امی از این چهار را استفاده میکنن و شما باید امی مردم شناسایی کرده و هیچ گونه معلومات خود در اختیار از این طبقه مردم یا فریبکارا و یا اسکمرا قرار نتین. قسم که در مثال اول در سلاید قبلی خواندیم که اسکمرا همیشه به این نیت هستن که خود معرفی کنن که ما اشخاص هستیم که شما مشناسین ما اشخاص اعتباری هستیم و یا دفترای هستیم که اعتباری هستیم و شما بالای دفترا یعنی اعتبار دارین و دفترها را مشناسین یا ارگنیزیشن ها را مشناسین در اینجا یک مثالش بر شما میگه که اینا چطور از کدام طریقه پیش میره که اعتماد شما را جلب کنه درست مثلا زنگ یا تکس مسیج یا ای که ایمیل براتان میکنه میگه من از دفتر, دفتر سوشل سیکیوریتی هستم مثلا دفتر سوشل سیکیوریتی را هر کی مشناسه در امریکا درست است یک دفتر اعتباری است و هم اگه در اونجا رفته کارش بند بوده و مخصوصا کسایی که جدیدن آمده و کمک هایی که اپلای کردن یا کارشان یا کیسشان در اون دفتر ها سو از این او خاطر اونا فکر کنه که راستی زنگ یا ایمیل از می دفتر بر ما آمده و همچنین یک طبقه دیگه میگه که ما از آیارس براتون زنگ زدیم آیارس همه ما شما مشناسیم به حساب تکسای خود که یک دفتر بسیار مهم است سو از این خاطر ما فکر میکنیم که شاید امی راستی باشه دفتر آیارس است دیگه آیارس همگی مشناسه یا از مدیکر از مدیکر شما عموما بیمه صحی دارین یا به بیمه صحی اپلای کردین از طریق سوشال سرویسز یا از طریق کارتان یا از هر طریق که او بیمه صحی را شما دارین او امیرا را در پیش میگیره از کمرای و فریبکارا که ما از بیمه صحی تان زنگ زدیم و اینی معلومات تان پول یا بعض چیزایی که از شما میخواهیم ما ضرورت داریم و همچنان از کمپنی تلفونتان استفاده میکنه که از کمپنی تلفونتان تان میگم ما بر شما زنگ زده یا از کمپنی که برق و گاز را که شما میتین میگم ما از او کمپنی زنگ زدیم و میخوایم امرای شما چی کنم صحبت کنم و همچنین بعض وقت از طریق بانک های شما پیش میره نام بانکتان بانک میگیره از طریق بانکتان و از طریق شرکت اپل که عموما همگی شاید یک محصولات از اپل شرکت اپل داشته باشه یا مایکروسافت داشته باشه یا شما که از تلفن مایکروسافت یا استفاده میکنین یا از کامپیوتر و بعض سیستمش استفاده میکنین یا از خود کمپانی اپل از محصولاتش استفاده میکنین اونا از این طریق پیش میرن چون میفهمن که همه مردم از اینمی خدمات استفاده میکنن پس اینمی دفترا و یا اینمی خدمات که مردم استفاده میکنن همش قابل اعتماد از ای مردم است پس بیا از اعتماد از یا سوی استفاده کنیم و مثال دوم که در سلاید قبلی خواندیم که همیشه از کمرای و فریب کارا ایران نمایش میدن یا برای شما یقین از میدن که مثلا من از جای زنگ زدین که شما مشناسیم مثلا دفتر آیارس چی دادیم مثال دادیم درست است شما در ای ایمیل قسمه که میبینیم که یک ایمیل آمده از دفتر آیارس هسته و از ای خواسته که روی ازینی دکمه فشار بدین یا این لینک کلیک کنین به خاطر که شما بر شما یک پیمنت میشه یا یک مقدار پول میایه سو so, روی از اینی می کلیک کنین و این جمع گفته که از دفتر خود آیارس از لوگوی آیارس و از نام آیارس استفاده کرده شما باید بسیار متوجه از ای باشه این باشین که اولی که دفتر آیارس بر شما همچنین ایمیل نمی کنه و یا زنگ نمی زنه دفتر آیارس اگر بخواه همراه شما به تماس شوه عموما براتون در پشت خانه تون نام را کنه یا, ای... یا میل را ایمیل کنه سو so دفتر آیارس هیچگاه برای شما ای رقم یک ایمیل نمی کنه. قسمه که خط سرخه می بینین. او یک جای هشدار است که شما گفته که شما واجد شرایط عزیزتین که 815 دلار از دفتر آیارس بدست بیارین در صورت که شما این دکمه را فشار بتین که یعنی اگر این دکمه را شما فشار میتین شما را به جای میبره که همون فریبگار های از کمرا میخوان شما اونجا بیاین و همچنین در پایین قسمه که بساب نوت نشته کرده که ما به خاطر سکیوریتی خود شما آی پی آدرس و تاریخ و دیت و تایم و همه چیزه ما یعنی که استفاده میکنیم یا بینیم یا چک میکنیم که یعنی کس یعنی اسکم ما نیستیم مردم اعتباری هستیم یعنی یک از یک طریق نه از یک طریق توجه شما رو میخواد جلب کنه که با فامانه که ما از می دفتر هستیم و به خیر شما کار میکنیم شما این پول واجد شرایطش هستیم پس او هم یک اسکم است و همه چیز و مثال دوم یا سیوم که در سلاید برای ما گفته شده بود که همین اسکمر ها یا فریبکار همیشه میگن که شاید یک مشکل وجود داشته باشه همراه سیستم یا شما و همچنین یک جایزه منتظر شماست یا بر شما در نظر گرفته شده یا به حساب جایزه یا به حساب یک مشکل شما رو میخوای و چنگ بیرن درست است که مثال های زیر اونجا گفته شده که شاید ممکن است که شما مشکل امرای خود دولت, دولت داشته باشین کارهای دولتی داشته باشین و یا ممکن است که شما پول قرضدار باشین از می دفترهایی که شما سر سر و کار دارین با درست است و و یا بعض از دوست و رفیق و فامیلا شاید یک امرجنسی یک حالت استراری داشته باشه و پول نیاز داشته باشه و همچنین در کمپیوتر تان یا موبایلتان یک ویروس از روی کلیک کلک کنین که ویروس از بین بره درست است و یا شما این مقدار پوله در لاتری بردین یا بعض پرگرام های لاتری بردین که بر شما میگه پول بردین یا جایزه بردین و همچنین یک طریقه بسیار مروج که میگه از طریق استیمولوس چک میگه شما وجود شرایط ازی هستین که استیمولوس چک تانه پیسیش و پولش نگرفتین یا پول باقی مانده مانده که شما واجد شرایط هستین پس شما باید دی پول و دست بیارین سو so از این می طریقه هست که اینا میخواین جلب توجه کنن و شما را به دام خود بردن و ای یک مثال دومه که از تکست مسیج است که در تلفون شما می آید قسمه که می بینین این دو مثال گفته شده که از چیس بنک مثال اول قسمه که می بینین که از چیس بنک آمده و بر شما گفته شده که مثلا روی از اینی لینک کلیک کنین یا اینی لینک برین ببینین که چیزای ممکن است که از طرف چیز فنگ برای شما آمده باشه و قسم که در مثال دوم میبینین از طریق اکانت نتفلکس یا پیش رفتن که یعنی اکانت نتفلکس شما کدام مشکل داره و یا ای که پولش شما پی نکدین پیمنت منبر شبتان مانده لطفا روی از لینک برین و کلیک کنین ببینین شما خاطر دانستن همچین چیزا باید همیشه چک کنین همیشه مثلا اکانت خود اگر اکاونت آنلاین بانکی دارین چک کنین که بانکتان چی میگه زنگ بزنین به با بانکتان اگر شک دارین امرای بانکرتان صحبت کنین یا اگر اکاونت های اینترنتی دارین هر ماه از امون طریقی که شما خودتان راه مطمئن است پی میکنین به ای شبکه که خریدین مثل نتفلکس و هولو و از چیزهای دیگه شما میتونین که امور راه مطمئن خود پیش بگیرین تکس مسج که به این شکل می ایمیل هایی که به این شکل میایه، یا زنگ هایی که می قابل اعتماد نیست و یا ای که هیچگان مثلا شما تو یک زنگ یا ایمیل رسیف نکدین یا بدست ناوردین یک دم شما رسیف میکنین ای جای شک است هم. شما باید در مورد از این تحقیق کنین و فریب از این اشخاص نخورین و همچنین در مثال سیوم گفته که امی اسکنرها یا فریبکارا شما را تحت فشار خود قرار میده که یک کار انجام بدین اگر نه عواقب بد خواد داشت در غیر از او که شما انجام نمیدین عواقب درست نخواد داشت که شما باید بسیار زیاد متوجه از این گپ باشه درست است بعض مثالایی که داده مثلا بعض از کمرای یا فریبکارا شما را تهدید میکنه که اگر شما این کار انجام ندین شاید شما دستگیر شوین و یا شما را در محکمه ببرن سو کنن یا پیگرد قانونی هم انجام بتن درست است؟ سو so, از این خاطر است که شما باید بسیار زیاد محتاط باشین و همچنین ممکن است برای شما بگه اینی کار انجام ندین درایوینگ لایسنس تان از پیشتان میگیریم درایوینگ لایسنس شما سسپند میشه یا از شما گرفته میشه و یا شما دپورت خاطر شدین اگر این کار انجام ندین از امریکا شما رو دپورت میکنه و همچنین اگر تلفون در تلفون برای شما زنگ میگه میگه اگر تلفون شما قد کنین آه آه مثلا اونا در قبال شما Uh, یک اکشن میگیرن یا یک کار را میکنن که نباید انجام بدن پس در تلفون باشین کارهایی که اونا بردان میگه انجام بدن که کاملا اسکم است اگر همچین یک موضوع باشه که موضوع دیپورتیشن باشه یا موضوع محکمه باشه یا هر موضوع درایوینگ لایسنس باشه همیشه در امریکا بر شما وقت داده میشه وقت به این معنی که بر امره شما صحبت میشه بر شما آب داده میشه بر شما گزینه داده میشه بر شما وقت از میتن که مثلا نقر روز برد وقت میتن این کار رو باید انجام بدی به این طریق انجام بدی و از زور و فریبکاری اجگاه استفاده نمیکنن از زور که باید اینی کار رو بکنی یعنی پول بر ما بدی یا طلب رشوه کنن اینا پس امی چیزهایی که شما میبینین و مشنوین حتما همش اسکم هسته باید میره شناسایی کرده و اصلا جواب زنگ و ایمیل و اسمس از این نفرها رو نتین و بلاکشان کنین و دوباره به ادامه سلاید قبلی که از کمرا بسیاری وقت شما را تحت فشار قرار میده که اگر شما همون کار که انجام ندین از خود عواقب خطرناک خواد داشت درست است دینی تکس مسیج قسمه که نشته شده که بر اینا مسیج کرده گفته ما میخوایم از شما که یک کار را بر ما به بسیار زودی انجام بدین و اون شخص هم برش گفته که هیچ کدام موضوعی نیستم چی گپ است یا ازش پرسان کرده که چی انجام بدون برد دیگه از این خاطر رن تکس مسجای نامعلومه که برای شما میایه البته لازم نیست که جواب از چون شما نه اون شخص رو مشناسین نه و دفتر و اداره رو مشناسین پس ضرور نه جوابش فقط بلاکش کنین و همچنین طریقه چارمه ایس کمرا که ما در سلاید قبلی خانده ای بود که ایس همیشه از شما میخواید که به اینا یک مقدار پول پرداخت کنین اما به شکلایی که اونا از شما میخواین شکلهای متفاوت را است که اونا میخواین که مش... پول که از شما خواسته شما برش ارسال کنین اینجا در مثال گفته که مثلا ممکن است که از شما بگوید که مقدار پول برای ما ترانسفر کو یا روان کو از طریق این یک کمپنی مشخص و یا معلومات بانک اکاونت تا یا انفارمیشن یا معلومات کارت تا می خواهیم که برامه بدی و همچنین بسیاری وقت از شما میخواید که یک مقدار پول در یک گفت کارت پرده که یک گفت کارت بخرین برین در اینی ویب یک گفت کارت اونا بر شما میگه و اونمو گفت کارت مخصوص است شما بخرین که باز با خرید از او شما واجد شرایط از این که بیشتر پول برس بیارین و همچنین چکای های بسیاری وقت شاید در پشت خانه تان چک بانکی تقلبی و یا فیک به دست بیارین که براتان نوشته شده که شما اینقدر قرضدار هستین یعنی قرضدار هستین دمی چک مقدار قرضه خود نشته کنین امضا کنین و دوباره پس و ما با معلوماتتان رایی کنین که هم از یا اسکم هسته و همشان فریبکاری است و قسم که دی تکس مسیج به مثال میبینین که به این تکس مسیج به این شخص آمده و به یک چیره رایی کده شماره را را رایی کده و گفته که دی شما را به ما زنگ بزن و کارت شما را معاینه قد 466 دلار چارج کردیم به صورت که خودت سوال داشته باشید اینی شما را ما زنگ بزن وقتی که میبینیم که این کاملا بر شما ای تکس مسیج ربط نداره یه شما کار را انجام ندادین که از کارت شما پول گرفته شوه و کارتتان چک میکنین همه چیز خیریتی است فقط اونجا ریپورت در زیر مسیج، تکس مسج که میبینین ریپورت جنگ او را فشار بتین تا به حساب جنگ یا سپم بلاک شوه ای شخص و بعض طریق های دیگه که قسم که این مثال میبینین که از این مثلا چی کده 150 دلار گفته برای ما از طریق پیپل رایی کو و این که قسم که در مثال میبینین بالای از باور کرده و گفته که من میکار رو برات انجام میدم و ای از طریقایی که خودش میخواسته که شخص بدام بیاره و یا و چنگ خود بندازه ازش پول خواسته که به این طریقه برای من روان کو و شخص هم جواب تکس مسجایش داده که اصلا این کار اقلانی و منطقی نیست شما همچنین چیزا را که میبینین فقط رپورت جنگ و بلاک that's it و همچنین گفته ای مثاله دی سلاید چی میکنیم که ببینیم که آیا یک مثال سکم است یا فیک است قسمه که دی مثال میبینین اینجا بعض لینک رایی کده از طریق لینک ها از شما بعض چی خواسته بعض چیزا را خواسته که مثلا دلیوری شما میشه یا دلیوری تان دینی تاریخ میشه و همچنین در آخر وقتی تکست میبینین که تکست آمده که دلیوری یا پکیج که شما خریداری کردین گفته که چی شده توقیف شده و یا چی نمیشه با دوباره بر شما رایی نمیشه تا ای که شما بالای لینک کلیک کنین و پول پرداخت کنین باز همی دلیوری شما بر شما میرسه در صورت که شما میخواین یعنی پکیجش تانه یا دلیوری تانه پدست بیارین بالای این لینک کلیک کنین تا ما بتانیم پکیج شما را براتان رایی کنیم که این کال یک کم است و شما باید از ازی باور نکنین و بالای همچین لینک یا چیز اصلا کلیک نکنید چون اگر شما آنلاین چیز را میخرین هم با کمپنی که البته مطمئن است با کمپنی های که شما مشناسین مطمئن هستین که امی کمپنی اسکم یا فریب کار نیسته با او در رابطه هستین همچین چیزهایی از شما نمیخواید شما یک بار برش پی میکنین همون جنس را که میخرین و همه چیزای شپینگ و همه چیزا از شما پولش هم میخواه شما پرداخت میکنید از هر طریق مطمئنه که باشه و باز بر شما تکس مسیج های بعدی نمی که بر ما یعنی خمق پول دگرم هم رایی تا ما پکیج یا اون چیز خریداری کردن بر شما بفرستیم پس این هم یک کم است